در طی همین ده بیس سال گذشته رکورد بلندترین برج ها پشت سر هم شکسته میشن مثلا الان برج خلیفه در دوبه بلندترینه ولی سال 2020 برج جده با ارتفاع هزار متر بلندترین خواهد بود ولی تا حالا از خودتون پرسیدید با تکنولوژی که امروز در اختیار داریم بلندترین برجی که میتونیم بسازیم چند متره برای شروع و فهمیدن بهتر ارتفاع با یک ساختمان یک طبقه شروع میکنیم یک خونه یه طبقه است با ارتفاع حدود 4.5 متر. بعد از اون بزرگترین مجسمه بودا به نام سپرینگ تمپله با ارتفاع 128 متر. یعنی اگر از سرش بپرید پایین 5.5 ثانیه طول میکشه تا به زمین برخورد کنید. یک مقدار بلندتر با ارتفاع 139 متر بلندترین ترن هوایی با نام کینگ داکای. کمی بلندتر میرسیم به هرم بزرگ جیزه با ارتفاع 146.5 متر. و جالبه بدونید که این هرم حدود 4600 سال پیش ساخته شده و برای 3881 سال بلندترین ساخته بشر بود که در سال 1311 میلادی با ساخت کلیسای جامعه لینکن در انگلیس با ارتفاع 160 متر رکورد این هرم رو زد این کلیسا هم برای سالها بلندترین ساخته بشر بود ولی سال 1884 یادبود واشنگتن با ارتفاع 169 متر رکورد اون رو زد سه سال بعد برج ایفل با ارتفاع 301 متر رکورد از آن خودش کرد و با ساختنش با استفاده از آهن و فولاد در جعبه پندورا را برای ساخته های بلندتر باز کرد بعد از 41 سال برج کرایسلر در سال 1930 با ارتفاع 319 متر رکورد برج ایفل را زد ولی سال بعد این پایر استیت با ارتفاع 448 متر رکورد شد. چند سال بعد ساخت آنتن‌های بلند باب شد و بلندترین آنتنی که ساخته شده بود آنتن ورشو با ارتفاع 646 متر بود ولی در سال 1991 فرو ریخت هیچ چیزی بلندتر از آنتن ورشو ساخته نشده بود تا سال 2008 و ساخت برج خلیفه در دوبه با ارتفاع 830 متر از طبقه اول تا آخر این برج 2909 پله میخوره و اگر با آسانسور بخواید برید دو دقیقه و 40 ثانیه طول میکشه اگر از بالای اون بپرید تا برخورد با زمین 20 ثانیه طول میکشه برج خلیفه فعلا بلندترین چیزیه که انسان ها ساختن و نه بلندترین چیزی که میشه ساخت هر چی ساخته بلندتره پایه ساختمون باید پهنتر باشه که بتونه وزن بیشتر رو تحمل کنه با خاطر گرد بودن کره زمین 100 درصد یک حدی در ارتفاعی که میشه ساخت هست پس با توجه به تکنولوژی که الان داریم بلندترین چیزی که میشه ساخت یک ساختمونه به نام اکس سید چارزار. این ساخته تنها چیزیه که درست تجسم شده و حتی نقشه اش هم کشیده شده. ارتفاع اکس سید چارزار متره. یعنی بلندتر از کوه فوجی در ژاپن و 45 درصد ارتفاع اورست. یا اگر 2748 تویوتا کرولا رو روی هم بزنیم. پایه ساختمون باید 6 کیلومتر باشه که بتونه وزن سنگین ساختمون رو تحمل کنه. اکسی 4000 مثل یک کوه آهنیه که حدود یک میلیون آدم میتونه در اون به راحتی زندگی کنه. این ساختمون انقدر بلنده که حتی میتونه وضع هوا رو هم در اطرافش تغییر بده. تخمین زده شده هزینه ساخت این ساختمون بین 479 میلیارد دلار تا 1400 میلیارد دلاره. یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور روسیه. اگر در کل بخوایم این ساختمون رو بسازیم ما میتونیم. ولی حالا کی میخواد رو بده من نمیدونم در آینده و وقتی که تکنولوژی های جدید داریم امکانش از آسانسورهای فضایی با ارتفاع 100 هزار کیلومتری ساخته شوند که خودش یک ویدیو جدا باید باشه که اگر دوست داشته باشید دربارش در یک ویدیو میتونم توضیح بدم خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید اگر خوشتون اومد جالب بود حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگر هم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.